سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. مجلس ایران برای ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی طرحی ارائه کرده است که توزیع، تکثیر و در دسترس گذاشتن فیلترشکن را مشمول مجازات حبس و جزای نقدی می‌کند. بر اساس طرح نمایندگان مجلس، مقام‌ها نیز اجازه فعالیت در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز را ندارند. حضور مقام‌های ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر همواره از سوی شهروندانی که باید با فیلتر شکن وارد آن شوند مورد نقد و اعتراض بوده است. در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از جلوداران مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان هاست. او در سخنرانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری فضای مجازی را در کنار سیاست خارجه نشانده و دخالت در آن را خارج از اراده دولت دانسته بود. خامنه‌ای هر بار از آنچه ول شدگی فضای مجازی می‌خواند انتقاد کرده و مدعی شده است که در همه کشورها بر این فضا نظارت می‌شود. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت به نقل از اخبار غیر رسمی گفته است که طرح نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شده و بهتر است که این طرح بعد از استقرار دولت جدید بررسی شود. ربیعی تأکید کرده که اختیارات رئیس جمهوری و هیئت وزیران در تصمیم گیری برای شبکه‌های اجتماعی محدود شده و در مقابل به نهادهایی که او آنها را نوظهور می‌خواند اختیارات گسترده‌ای داده شده است. در این برنامه دیدگاه همراه با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و پژوهشگر اینترنت از آلمان، محدودیت‌هایی را که طرح مجلس برای کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند بررسی می‌کنیم و از امکان دسترسی حکومت به اینترنت ملی می‌پرسیم. آقای تجلی مهر، طرحی که مجلس بهش اسم صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گذاشته، عملاً چه محدودیت‌هایی برای کاربران ایرانی ایجاد می‌کنه؟ خب همون محدودیت‌هایی که تا به حال تو تمام این سال‌ها حکومت تلاش کرده برای فعالیت کاربران در اینترنت ایجاد بود و احیاناً باز نتیجه‌ش این میشه که پیام‌رسان‌ها و سرویس‌هایی که الان هنوز فیلتر نشدن، اونها هم برن تو سیستم فیلترینگ و یا بخوان فشار ایجاد کنن. به هر حال اینا نگاهشون به این مسائل امنیتی است، از اون زاویه نگاه می‌کنن. خب برای کاربرانی که راه دور زدن اینها رو یاد گرفتن، خب مسئله زیاد ایجاد نمی‌شه، ولی بسیار مردم خب طرز استفاده از فیلتر شکن و اینجور زیاده برای مثلا برای اونها محدودیت ایجاد میکنه و طبیعتا دسترسیشون محدود. الان خود فیلتر شکن هم عامل جریمه و حبس و جزای نقدی شده. در مورد اون چه کار میشه کرد؟ چطور میشه از فیلتر شکن ها استفاده کرد؟ مثلا فیلتر شکن ها رو که فیلتر شکن های واقعی و مورد اعتماد رو که در واقع کسانی در جهان ساختن که اتفاقا میخوان با حکومت های دیکتاتوری مثل ایران و چین و کره شمالی و مشابه که میخوان سرعت محدود کنن، برای اینکه اینها رو دور بزنن ساخته شده و در اختیار حکومت نیست. اگه در اختیار حکومت میبود که خود جلوی همشون میگرفت. مثلا اینکه حکومت درست کرده، خب ایران سعی کرده یه سری فیلتر شکن رو خودش پخش بکنه در جامعه و یک مشکل امنیتی است که مثلا ما همیشه تو به تذکر دادیم که هیچ وقت از فیلتر شکن های مجاز، فیلتر شکن هایی که در داخل ایران میشه خرید، استفاده نکنن، چون اینها کاربر رو وصل میکنه به ارگان های اطلاعاتی و از اونجا وصل میکنه به اینترنت و این یک مسئله بسیار بسیار جدی. ولی این مسئله فیلتر شکن خب داستانه در واقع همیشگی بوده. تلقی حکومت ایران از فضای مجازی چی آقای تجلی مهر؟ به عقیده شما فضای مجازی امن از نظر حکومت چه مشخصاتی داره؟ خب ببینید، اینها نگاهشون امنیتی است و فضای مجازی که در واقع من این واژه مجازی رو بزنم، ما توضیح داد ما چیز مجازی نداریم، همه اینها واقعیه. فضای مجازی فضای بخش زندگی حقیقی است و این اصلا که به حکومت بهش میگه مجازی صحبت نادرسته. اینها در واقع فضای اینترنت رو امن میخوان. فضای امن هم فضایی است که هیچ کس به حکومت انتقاد نکنه، هیچ کس به آقای خامنه‌ای انتقاد نکنه و اینو سیاست رو پیش برن. و این مسئله است که به هر حال تمام مسائلی که در داخل زندگی روزانه بدون اینترنت وجود داره در اونجا هم انعکاس پیدا کرده و اینها میخوان اون رو تحت کنترل خودشون در بیارن. این هم مسئله اعتراض است. علی خامنه‌ای مشخصاً بر مدیریت فضای مجازی یا فضای اینترنت به قول شما بارها و بسیار زیاد هشدار داده، مدعی شده که در همه کشورها این نظارت وجود داره. این ادعا چه پایه و اساسی داره؟
یعنی نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در کشورهای دیگه چطور انجام میشه؟ ببینید در کشورهای دیگه خب منظور اگر کشورهای دموکراتیک یا کشورهای آزاد باشه، خب اون چارچوبی که در روابط بین انسان‌ها در هر عرصه‌ای از زندگی وجود داره در اینترنت هم وجود داره. در فرض کنید مثلا در جای مثل آلمان نمیشه تبلیغات نجات پرستی کرد، نمیشه تبلیغات فاشیستی و نمیدونم فعالیت‌های نازی ها را کرد، اینا همش ممنوعه، نمیشه به کسی افترا زد و تمام مسائل قانونی باید در اینترنت هم باید میشه. این چارچوب فعالیت در اینترنت هست در کشور دموکراتیک آزاد. در کشور دیکتاتوری که اون که آقای خامنه‌ای در واقع وقتی که مدعی شده احتمالاً نگاه آقای خامنه‌ای احتمالاً به کره شمالی و چین و اینجور کشور هست و اونها مثل ایران هستن، ولی این که میگه در همه کشور نظارت دوست داره یک دروغ کاملاً در یک سفسطه و دیلیگری خاصه که آقای خامنه‌ای خیلی هم در این زمینه مهارت داره. این به هیچ وجه هم چیزی نیست. در چارچوب آزادی‌های اجتماعی، دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای دموکراتیک کاربران میتونن هر کاری که دوست دارن انجام بدن و هیچ نظارتی بر اونها وجود نداره. در چارچوب قانونی که در فضای دموکراتیک وجود داره، نه اون چیزی که آقای خامنه‌ای یاد. در ایران فعالیت در پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اگر به قصد نقد قدرت باشه و اعتراض به حاکمیت جنبه مجرمانه داره، حتی ممکنه پای کاربران رو به دادگاه و زندان باز بکنه. در کشورهای دیگه هم کاربران با چنین تهدیدهای مواجه هستند؟ در کشور دموکراتیک نه، در کره شمالی، چین، سوریه اینها بله، این مشکلات اونجا وجود داره و همون مسائلی که کاربران ایرانی دارن اونها هم در کشور خودشون دارن. در کشور دموکراتیک به هیچ وجه چیزی وجود نداره، آزادی بیان وجود داره و کاربران از حقوق شهروندی خودشون در اینترنت هم برخوردار هستن، یه همچین نظارتی واقعا وجود نداره. مسدود کردن فضای مجازی به قصد اینکه حاکمیت بر مردم تسلط پیدا بکنه، همزمان جامعه رو از چه دستاوردها یا پیشرفت‌هایی میتونه محروم کنه آقای تجلی مهر؟ ببینید واقعا در این زمینه میشه طولانی صحبت کرد. یعنی من به عنوان کسی که حالا برها شغلم ساخت زیر ساختار اینترنتی هست، از اون اول از اولین کاربرا بودم 30 سال پیش در اینترنت. واقعا اینترنت چی بگم، یک گنجینه پایان ناپذیر دانشه و محدود کردن فضای اینترنتی یا تلاش برای تسلط حاکمیت و اینکه فقط چیزهایی که خودشون دوست دارن به مردم ارائه بده، مردم رو محروم بکنن، ما رو از یک گنجینه عظیم دانش از هر زاویه شما فکرش بکنید محروم بکنه. این خسارتی که به کشور داره میشه بسیار بسیار سنگینه. ببینید در الان در جنبش هایی را افتاده اینجا اونجا که من خودم خیلی طرفدار پرداغورسش هستم، مبنی بر این که دسترسی به اینترنت باید همون جوری در قانون اساسی جزء حقوق اول شهروندان باشه که دسترسی به آموزش و پرورش شد فرض کنید مدرسه و دانشگاه و بهداشت و اینها، و جهان به این سمت داره پیش میره. بعد در ایران اینها میخوان این دسترسی به اینترنت رو محدود بکنن و به اون چیزهایی که خودشون دوست دارن، و این یک کشور رو از یک دانش عظیم مجانی واقعا اگر بخوایم بهارش بگذاریم میلیاردها دلار دانش مجانی در اینترنت وجود داره و اینها کشور رو واقعا محروم میکنه از زاویه فرهنگی، از زاویه علمی، از نظر اجتماعی خیلی مسئله. ببینید یکی نمونه خیلی خیلی خوب، ما در اینترنت پورتال‌های بسیار زیادی داریم که مقالات علمی در اونجا منتشر میشن کاملا مجانی. در اینترنت بسیار افرادی هستن که دانشی که بهش رسیدن، حالا میخواد از پایان‌نامه‌های علمی خودشون باشه، از مقاله‌هاشون، از تحقیقاتی که کردن، حتی از تجربه مسافرت‌هایی که رفتن، برخوردشون فرهنگ‌های متفاوت، چیزهایی که دیدن، اینها رو همه رو به اشتراک می‌ذارن و یه تعامل دائمی با دیگران دارن. اینها مسائلی است در اینترنت واقعا جزء یک از پدیده‌های شگفت‌انگیز بسیار زیباست. یعنی من واقعا از همینا لذت می‌برم. شما ببینید کاربران ایرانی از همون ابتدا که فعالیت اینترنتی یه مقدار شکل گرفت در ایران که با اون مودمای آنالوگ قدیمی بود، اینها ایرانیان بسیار بسیار فعال بودن. وقتی که وبلاگ نویسی باب شد چیزی بوده 20 سال پیش، ایرانیان زبان فارسی زبان دوم بود یک مدتی بعد از انگلیسی، بعد که چینی ها و اسپانیایی وارد شدن شد زبان چهارم، ایرانی همیشه فعال بودن. ما الان همین پدیده کلاب هاوس رو داریم، یک پدیده بسیار با ارزش و ارزشمند است که واقعا میشه دربارش صحبت کرد. الان بیش از 90% کاربران کلاب هاوس اتاقی که تشکیل میشن دست ایرانی هاست، در حالی که این دو نفر در سان فرانسیسکو نشستن و اینو طراحی کردن و هیچ انتظارش نداشتن که یک همچین گرافیک سنگین از سوی ایران به سمت سرورهای اون سرازی بشه. ایرانی ها بسیار فعال هستن در این زمینه، بسیار نوگرا هستن، به چلو نگاه میکنن، از این ابزار استفاده میکنن. ما تحول فرهنگی بسیار سنگین در ایران داشتیم تو این 20 سال اخیر و اینها ارزشمنده و اینها همش خاری در چشم حاکمیت که میخواد اگر اینترنتی هم بخواد در دست کاربران باشه فقط
محتوایی که اونها دوست دارن درش باشه و چیزهای دیگه درش نباشه. از این زاویه من واقعا متاسف هستم این فعالیتی که حکومت داره در رابطه با محدود کردن اینترنت، سیانت از حقوق کاربران. ببینید این بازی با لغت و یک مکاپ بازی است. کاربران از حقوق خودشون خیلی خوب میتونن سیانت کنن، حکومت شرایط قانونی رو فراهم بکنه و دسترسی آزاد همه. آقایان خودشون در اینترنت همشون صفحهشون دارن، صفحه فیسبوک دارن، خود آقای خامنه‌ای صفحه توییتر داره، صفحه اینستاگرام داره، صفحه فیسبوک داره. اینا همه برای خودشون ظاهرا خوبه، ولی برای 85 میلیون مردم ایران آقایان باید قایمشون باشه. اینترنت ملی یا همون اینترانت چیزیه که ایران خیلی وقت سودای به دست آوردنش رو داره. به نظر شما یا در این کار موفق خواهد شد آقای تجلی مهر، یا اینترنت همچنان چالش جدی پیش روی حاکمیت خواهد بود؟ این اینترنت ملی که اینو حرفش رو الان میزنن، الان 10 سال دارن صحبتش میکنن. فکر میکنم حداقل با آماری که 8 ماه پیش منتشر شد، 1.2 میلیارد دلار تا به حال درش هزینه کردن. من شخصا به عنوان یک مهندس طراح اینترنت نمیدونم این پول رو کجا خرج کردن. اصلا همچین پولی لازم نیست برای اینکه بخوان چند تا سیستم فیلترینگ و فایروال بذارن در باحال محدود بکنن. اینها بودجه‌هایی است که پولایی که از اینجا جابجا میکنن برای بانک‌های حکومتی. این یک مورد. 10 سال هم هست اینا تلاش داشتن محدود بکنن، سعی کردن سر وادار کنن بیان وبلاگشون رو ثبت بکنن، در واقع سرویس اندار رو وادار بکنن که سروراشون از فارس کشور بیان داخل کشور، و بعد پیام رسانه‌های ایرانی درست کردن، سعی کردن تا فیسبوک هم فرم ایرانیشو بدن. تمام اینها بدون استثنا شکست خورده، کاربران از این استقبال نکردن که هیچ، و دور زدن تمام اینها رو. حکومت در این زمینه به هیچ وجه موفق نخواهد شد، و واقعا همونجوری که گفتید اینترنت چالش جدی پیش روی حکومت هستش و درگیرش با مردمی که نمیخوان قایم شماش. سپاسگزارم از شما محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت از کلن آلمان. ممنون که همراه ما در این برنامه بودید.